بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. بنده هم به سهم خودم و از طرف همه عزیزان شهادت امام هادی علیه السلام را خدمت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که انشاءالله این مجلس ما مورد توجه و عنایت حضرت باشه. استفاده کردیم از عزیزمون جناب آقای مهدوی، انشاءالله خداوند ایشون توفیقات بیشتر عنایت بفرماید. یکی از چیزهایی که خیلی توجه انسان رو به خودش جلب میکنه وقتی که زندگی اهل بیت علیهم السلام رو مطالعه میکنه، میزان صبر و خیشتنداری اونهاست. حالا این ابعاد مختلفی داره. من به تناسب بحثی که راجع به امام هادی علیه السلام هست یک بعدش رو عرض می‌کنم. خب می‌دونیم که امام هادی علیه السلام با چند تن از خلفای عباسی هم عصر بودند در دوران 34 ساله امامتشون. با چند نفر اینها همعصر بودند و اونم همعصر نه به معنایی که فقط در یک زمان زندگی میکردند، بلکه اونها به شدت مراقب و مواظب بودند و علارغم شدت و ضعفی که پیدا میکرد کاملا ائمه رو و حالا تو این 34 سال امام هادی علیه السلام رو تحت نظر داشتند. خودشون که از خودشون مشکل داشتند، یه دم برای خودشیرینی میرفتن سعایت میکردن که بگن بله ما با شما نزدیک هستیم. میرفتن چیزهای دروغ میگفتن یا چیزهای راست رو میرفتن مبالغه میکردن. یه دم از روی حسادت مقام معنوی و محبوبیت ائمه براشون قابل قبول نبود، میرفتن اونها هم سعایت میکن. پس خلفایی که خودشون فی نفسه دنبال دنیا بودن و میدونستنم که این مقامی که دارن به اونها تعلق نداره و ما را ائمه است، اونا از خودشون مشکل داشتن. یه دم میرفتن تحریک میکردن اینها رو با سعایت برای خودشیرینی یا نسبت به خاطر حسادتی که به ائمه داشتن. شما ببینید چه فضای سختی رو اینها ایجاد میکردن. این خلفا هم گاهی یه مقدار خیشتندارتر بودند و دشمنی هاشون رو بروز نمی دادند، ولی کاملا مسائل رو زیر نظر داشتند و سعی می کردند که هر جور شده عرصه رو بر امام تنگ کنند. گاهی هم نه، مثل متوکل که انقدر آدم گستاخی بود که حتی می دونید کربلا را دستور داد که اصلا تخریب کنن صحن و یعنی خلاصه حرم را و اصلا شخ بزنن. یعنی حساب کنید چقدر گستاخی. حالا این چنین آدمی گاهی هم که مشروب میخوردند و دیگه اون یک ذره عقل دنیایی هم که داشتند، اگر داشتند اونم که از بین میرفت، دیگه چه ممکن بود مصیبت هایی و چه بلاهایی بر سر
ائمه ایجاد بکنن. کافی بود اون موقعی که مست است یه چیزی یهو بهش بگن آقا برید نصف شبم هست، امام رو در هر حالتی هست بیارید. خلاصه زندگی در کنار چنین اشخاصی که اولا فی نفس خودشون بغض رو داشتن، می دونستن هم که این مقام ما رو اونها نیست و مال ائمه است، چشم دیدن امام ها رو نداشتن، بعد دیگران هم سعایت می کردن، گاهی بعضی هاشون گستاخی های بیشتری هم داشتن و احیانا گاهی هم در حالات مستی و خلاصه سکر بر مقدرات اسلامی خلاصه قلم تقدیر خودشون را میخواستن برانن. این چه فضایی رو برای امام ها ایجاد میکرد؟ این یک طرف قضیه. از طرف دیگه خود ائمه نه تنها وارث علوم و حکمت و معارف نبوی و امامان سابق هستند، وارث مصیبت های اونها هم هستند، وارث مشکلات اونها هم هستند. یعنی امام هادی علیه السلام به یک معنا غیر از اون چیزی که ماها مصیبت های اهل بیت را درک میکنیم و ناراحت هستیم، اونها که انه خود مصیبت را لمس میکنند، خیلی درکشون بیشتر است تا ما. ما که انه یه چیز تاریخی رو میخونیم و ناراحت میشیم، ولی اونها انگار مصیبت به خودشون وارد شد. حالا امام میبینه که این اشخاص و پدرانشون پدرشون رو شهید کردن، پدر بزرگشون شهید کرد، همینطوری همه اماما چقدر شیعیان رو کشتن، چقدر در مضیقه قرار دادن، چه کارهایی میکنن. یعنی اگر ائمه در اوج خیشتنداری نبودن و میخواستند یک برخورد عاطفی بکنند و روی مطالب واقعی ها، حالا یه موقع انسان اصلا در محاسباتش دچار اشتباه میشه، اصلا مثلا طرف فرض کن اونقدر بد نیست، ما فکر میکنیم بده، گاهی میشه دیگه ما توی روابط اجتماعیمون قضاوت میکنیم یه کسی مثلا حالا به یه دلیل دیگری ممکنه یک ما رو تحویل نگرفته یا مشکلی برای ما درست شده، فکر میکنیم اون کار کرده، عمدی کرده، فلان کرده، خیلی وقت از این سوء تفاهمات میشه. ما اینا رو کار نداریم، اصلا چیزای واقعی رو داریم میگیم. این مشکلات واقعی که بوده از اون طرف و مصیبت هایی که متراکم میشه، هر امامی هی مصیبت های بیشتری را دریافت میکنه. اگر اماما در اوج خیشتنداری نبودند، میباس هر امامی بلا فاصله تا به امامت رسید منفجر بشه، شروع کنه به برخورد تند و شدید و به شهادت برسه. یعنی اصلا این 255 سالی که ما داریم تا ولادت امام زمان و حالا بگیم 260 سال تا شهادت امام عسکری، اگر اینها میخواستن خیشتنداری نکنن به اینجا نمیکشید، اصلا نوبت نمیرسید به امام های بعدی، نسل رو منقرض میکردن. اما امام انقدر کنترل میکنه، انقدر خیشتنداری میکنه که انه با هر خلیفه‌ای بدون هیچ سابقه قبلی با نهایت خیشتنداری برخورد میکنن و سعی میکنن هیچ گونه آتوی بهانه‌ای به دست اون ندن و کار اصلی خودشون رو انجام بدن. کار اصلی ائمه برخورد با خلفا نبود به نظر بنده،
کار اصلی ائمه این بود که بتوانند مردم را هدایت بکنند، به ویژه بتوانند شیعیان را جوری بسازند که اینها مسیر را اولا گم نکنند، دچار تفرقه و انحراف و شعبه شعبه شدن نشند، و بعد علاوه بر اون بتونن آمادگی پیدا کنن برای دوران سخت غیبت. خود مواجهه با چالش های عصر ظهور و حضور خودش خیلی بود، خیلی ها منحرف شدن در اون زمان ها بدون امکانات چندان و در عین مراقبت خلفا اینها بتونن این تعداد شیعیانی که پراکنده هم بودن حفظ بکنن، با اصحابشون، با وکلاشون، با شبکه وکالت اینها رو حفظ بکنن، حمایت بکنن، دشمن اینها رو منحرف نکنه، در اینها نفوذ نکنه، خودشون با هم درگیر نشن، و بعد تازه اینها رو آماده کنن برای زمان غیبت. اینا کارهای سختی بود که امام میباس انجام میداد و انقدر بر خودشون مسلط بودن که با اعصاب آرام، با خونسردی کار خودشون رو انجام داد. دشمن میخواست اونها رو تحریک کنه. حساب کنید کافی حالا یک چنین امامی که انقدر مصیبت تو دلش هست نیمه شب بیارش تو مجلس شراب. خب اگه یه آدم عادی بود دعوا میکرد، عصبانی میشد، فوش میداد، نعوذ بالله از امام که این چیزا سر نمیزنه، نعوذ بالله دارم میگم، همونجا سرش گردنش میزدن. حضرت خیلی با احترام باز برخورد کنه، میگن شراب بخور، میگم من شراب در خون من وارد نشد، شعر بخون، من معاف کنی خواهد اصرار میکنن شعر. همین جوری با خون سردی و با احترام برخورد میکنه که بعدم خب میگن انقدر متوکل خودش گریه کرد و چشماش خیس شد. این بود خیلی برای من جالبه و به هر حال ما کم و زیاد همیشه مشکلاتی داریم، مشکلات شخصی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، مشکلات که برای مذهب ما هست، همه چیز مشکلات ممکنه باشه کم و زیاد. هرچی انسان بزرگتر بشه، بالاتر بره، حالا دامنه ارتباطاتش بیشتر باشه، ممکنه مشکلاتش هم بیشتر باشه، اما این درس مهم رو باید از امام علیه السلام یاد بگیم. حالا چیزی که مهمه اینه که امام علیه السلام این کارها رو که میکنه در این حال شاگردانی رو هم تربیت میکنه که اینا هر کدومشون مشعله های نوری بودند که در نسل های بعدی هم تأثیر گذار بودند، و امام معارفی رو هم از خودش به یادگار میگذاره که اونها هم برای شیعیان نسل های بعد بسیار مغتنمه. من در یه جای نگاه میکردم چند تا از اصحاب امام هادی علیه السلام را دیست کرده بود، من از باب این که تیمون و تبرک بشه، و برحال اینا بزرگانی بودند که مورد توجه امام بودند، و بعضی از اینها خدمت چند امام بودند. اسم اینها رو میخونم. یکی از اینها از شاگردان مشهور امام فضل ابن شازان هست که از متکلمان بزرگ شیعه بوده در قرن سوم هجری. یکی از اینها حضرت عبدالعظیم هست که از نوادگان امام حسن علیه السلام هست، امام حسن مصطفی علیه السلام، اما ارتباط با امام هادی علیه السلام داشته و از نظر عقیدتی مورد قبول امام بوده و امام علیه السلام زیارت او را سفارش کرده بودند بعد از مرگش. علی ابن مهزیار اهوازی که از اصحاب امام رضا بوده، از اصحاب امام جواد بوده، از اصحاب امام هادی بوده. علی ابن جعفر که
نه اون علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام که این هم وکیل امام هادی بوده، وکیل امام عسکری بوده، مرد دانشمند بوده. عثمان ابن سعید عمری که بعداً از نواب امام زمان میشه، اولین نائب امام زمان میشه، این از اشخاص مورد اعتماد امام هادی علیه السلام بوده، بعد امام عسکری علیه السلام و بعدم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. یعنی افرادی با این تراز داشتن که در طول زمان هم دچار انحراف نشدن و سه امام در واقع اینها را تایید کردن. حسین ابن سعید اهوازی از یاران امام رضا، امام جواد و امام هادی است و راوی روایات متعدده. ایوب ابن نوح که این هم وکیل امام هادی بوده، وکیل امام عسکری علیه السلام بوده، روایاتی از امام هادی نقل کرده. حتی میگن که امام هادی علیه السلام به عمر ابن سعید مدائنی فرمود که اگر دوست داری به مردی از اهل بهش نگاه کنی، به این شخص نگاه کن، به این ایوب ابن نوح. ابراهیم ابن عبدو نیشابوری باز از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده، بعد از اون حضرت هم وکیل امام عسکری میشه در نیشابور. ابراهیم ابن محمد همدانی، حسن ابن راشد، ابراهیم ابن داوود هاشمی. یعنی تو اون شرایط سخت باز میتوانستن شاگردانی را تربیت بکنن، اصحاب مورد اعتمادی داشته باشن که اینها آدمایی بودند که از نظر علم و فهم و معرفت و بصیرت در حدی بودند که میتونستن نمایندگی کنن از امام در حیطه خودشون، وکیل امام باشن، نماینده امام باشن. این خیلی مهمه. و یکی هم که معارفی که به یادگار گذاشتن. حالا متاسفانه احادیث از امام هادی علیه السلام به خاطر اینکه مدت زیادی حضرت تحت حبس بودن، حبس مثل حبس خانگی بودن در سامر را، احادیث کمی ما داریم. حالا بعضیشون رو تو مسند امام هادی علیه السلام گردآوری کردن، اما به هر حال احادیثی داریم الحمدلله. و زیارت جامعه که زیارت بسیار مهمی است، این رو هم الحمدلله از امام هادی علیه السلام داریم. و زیارت قدیریه در مورد زیارت جامعه، جالب این هستش که بعضی از بزرگان مثل مرحوم مجلسی اول و مجلسی دوم خیلی خیلی اعتنا کردن و حتی به لحاظ سند، خب این زیارت را شیخ صدوق هم در من لا یحضر نقل کرده، هم در عیون اخبار و رضا، و علامه مجلسی پدر محمد تقی یک جریان مکاشف مانندی هم داره که در کنار حرم امیرالمومنین براش اتفاق افتاده، اونو مطالعه بفرمایید. اما علامه مجلسی پسر در بحار الانوار یه شرح مختصری هم داره، بعد میگه که این اصح زیارات هست سندن و تعبیرین، لأنها اصح و زیارات سندن و اعمها موردن و افسحها لفظن و ابلغها معنن و اعلاها شعنن. از نظر سند صحیح ترینه. حالا برای مرحوم مجلسی حداقل این بوده، این عالم حدیث شناس، ایشون براش این از نظر سند صحیح ترین بوده. البته ممکنه دو تا باشن، سه تا باشن زیارتی که به این شأنیت رسیده باشن برایشون، نه اینکه یعنی زیارت های دیگه اینطور نیست، ولی به هر حال این رو از نظر سند ایشون اینقدر بالا میدونسته. بعد از نظر مورد که بشه در جاهای مختلف برای امام های مختلف خون، به اصطلاح خودمون مطلقه باشه،
و از نظر لفظ فصیح ترینه، پس از نظر مورد اهمه، از نظر لفظ فصیح ترینه، از نظر معنا بلیغ ترینه، یعنی هم فصاحت لفظ داره هم بلاغت در معنا داره، چون میدونید فصاحت بیشتر به لفظ ممکنه بخوره، گرچه ما به طور عام هم میتونیم به کار ببریم مثل هو افصح منی، ولی توی اصطلاح ادبی ممکنه فصاحت رو اخص از بلاغت ببریم که تو مختصر رو اینا داشتیم. و اعلاها شعنن، شعن بسیار بالایی داره. خلاصه زیارت بسیار مهمی است و بسیاری از علما گفتن که اگه ما سندی هم نداشتیم فقط متن رو داشتیم کافی بود که بدونیم این از غیر امام نمیتونه باشه، از غیر معصوم نمیتونه باشه، چون مضامین بسیار بلندی داره و این مضامین نمیتونه از غیر امام باشه. ممکنه یک کسی حالا یک جمله از اونها یاد بگیره بگه مثلا این عبارت یا با تغییر در عبارت، ولی این همه مطلب یک دور امام شناسی نمیتونه کسی از خودش داشته باشه. حالا توی این زیارت، زیارت جامعه که واقعا کسی بخواد این رو شرح بده خیلی کار از سختیه و آدم من که وحشت میکنم این موقعی بخوام به من بگن این رو شرح بده، انقدر مطلب داره که اصلا خیلی کار داره، ولی همین که فقط یک آشنایی اجمالی با ساختارش پیدا بکنیم. خب اولش با سلام شروع میشه. حالا این موقعی شاید را توفیق داد همینجوری ترجمه‌ای بکنیم از این زیارت، ولی فعلا فقط ساختارش رو عرض میکنم. اولش با سلام شروع میشه. وقتی ما امام را یا هر شخصی را زیارت میکنیم، رسول خدا را زیارت میکنیم، حضرت فاطمه، حضرت معصومه، خب طبیعی است که زیارت یعنی ملاقات، یعنی شما حرکت کردی رفتید به جایی به قصد ملاقات، پس ملاقات باید با سلام شروع بشه. در اسلام ما اولین کاری که میکنیم و وقتی کسی رو ملاقات میکنیم سلام میکنیم. این سلام در واقع یک نوع دعا هست و یک نوع اعلام این که ما با شما در سلم هستیم و از خدا میخواییم که شما رو از همه جهت در سلامت قرار بده. خب پس با سلام شروع میشه و جالب اینه که چند تا سلام هست و رحمت الله و برکاته، بعد دوباره السلام علیکم یا السلام و علا مثلا چیز، مثلا اولین سلام السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه تا میرسه و عطر تخیرت رب العالمین و رحمت الله و برکاته. یه سلام بسیار پرمغز، چون آدم وقتی سلام میکنه یه موقع طرف رو سلام میکنیم مثلا نمیشناسیم، ادب اختزا داره، وارد یه جایی میشیم سلام میکنیم، یه موقع نه میشناسیم طرف رو، اما چقدر میشناسیم و چقدر اعتراف میکنیم به مقام اون شخص. لذا اینجا ما فقط نمیگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بخواهیم میگونیم که ما یه مقدار شناختم داریم، حالا در حد اندازه‌ای که اگر نمیتونیم شما رو کامل بشناسیم، در حدی که در واقع از شماها یاد گرفتیم شناخت داریم و اعتراف داریم و اعتراف هم با افتخار. یه موقع آدم مثلا اعتراف میکنه میگه فلانی مثلا هم دوره من مثلا این خیلی سوادش خوبه یا از من بیشتره، یه خود ممکنه برای سخت باشه بعضی ها مثلا اعتراف کنن که فلانی بله مثلا این فضل رو داره، یا مثلا کسی برحال از یک گروهیست که ما خیلی دوستشون نداره، اما اینجا ما اصلا با افتخار اعتراف میکنیم و اذعان میکنیم و اقرار میکنیم.
هستن، کیف میکنیم، اعتراف میکنیم، یعنی از خودمونه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. اصلا شروعش انقدر اوج داره که اگر ما بودیم دیگه نمیتونستیم مثلا ادامه بدیم، ولی حضرت انقدر تسلط هست و انقدر ملهم است از جانب خدا که خب همینجور تو اوج نگه میداره آدم. ولی ببینید اصلا چه چیز بزرگه اهل بیت نبوه. بعد ممکنه کسی بکنه که اهل بیت نبوه یعنی بله پیغمبرم از خاندان شما بود، شما ها حالا معذرت میخوام این تعبیر، مثلا کسی ممکنه بگه شما هم شانس آوردید حالا پیغمبر از شما بود، شما ایران پدرتو بود فاضل، مثلا شما چه چیزی گیرتون میاد. اما اصلا کسی اگه معنای اهل بیت رو در قرآن درست بفهمه میفهمه که اینا تفکیک پذیر نیست. درسته که وحی بر خودشون شخصا وارد نشده، ولی اهل بیت پیغمبر، اهل بیت نبوت، اهل بیت وحی فقط دوروبر دریافت کننده وحی نیستند، اینها همه به هم وصلند، اینها شعاهای پیغمبر هستند و اینها دائم الذکر هستند. هر کسی نمیتونه اهل بیت پیغمبر باشه. اگر وحی آمده بر پیامبر و بر این خانه، اهل واقعی اون خانه هم به نوعی دریافت کننده وحی هستند، نه به نوعی که مسلمان ها همه دریافت کردن. بله مسلمان هم همه دریافت کردن، همه بشریت هم دریافت کردن، ولی اون فرق میکنه. اهل بیت در خانه معنوی هستند که جبرائیل میاد، وحی میاد، رسالت میاد. دیگران ممکنه در خانه فیزیکی باشن، اون خیلی فایده نداره، یا اصلا دور باشن. موضع رسالت هستید شما، محل آمد و شد ملائکه هستید، محل هبوط وحی هستید، معدن رحمت هستید، خزانه های علم هستید. یعنی یه ذره و دو ذره به شما علم داده نشده، بلکه از این شاید بشه فهمید که علمی هم که به دیگران داده شده خزینش و خزانش اینجاست، مثل معدن. یعنی از طریق شما بعد به دیگران داده میشه. گاهی ما مثلا ممکنه یه چیزی رو بخوایم توضیح کنیم در یه شهری مثلا، بعد یه انباری میخوایم که اونجا اول از اون مثلا کارخونه اون به اون انبار میفرستیم، بعد از اون انبار پخش میشه. حالا در امور علم و معنویت و نورانیت خزانه هایی هست که از اونجا پخش میشه بدون اینکه اون خزانه کم بشه. وقتی یک عالم خزانه علم باشه و علم رو پخش بکنه، از خودش هم کم نمیشه، فقط چیزی که هست اینه که در واقع اونها رو میتونه دعوت کنه و شراکت بذاره بدون اینکه خودش کم بشه. اما خلاصه این خزانه برای دیگران یه نوع واسطه است. پس نه تنها خودشون علمشون زیاده، بلکه دیگران هم از اینها استفاده میکنن. و منتحل حلم، که امروز بحث من این بود، شما در نهایت حلم هستید. حلمم بیشتر کجا به کار میره؟ حلم بیشتر جایی به کار میره که با یک برخورد بد انسان طرف باشه. مثلا من اگه مریض باشم و مریضیمو تحمل کنم، اینو خیلی حلم به کار نمیبریم، صبر به کار میبریم، ولی حلم جاییست که کسی بدی به ما بکنه، حرف تندی بزنه، برخورد بدی بکنه. حلم از اون چیزاییست که باید یه طرف دیگه هم داشته باشه. در مقابل برخوردهای نامناسب شما نه تنها حلم دارید، بلکه منتهای حلم هستید.
هیچ چیزی نمیتواند شما را از کوره به در کنه. یه کاری بکنه که بعداً انسان بگه که ای کاش امام مثلا عصبانی نشده بود، ای کاش امام این کارو نکرده بود، این حرفو نزده بود. ما کی هستیم؟ ما که اتفاقا ما چون حلم نداریم خیلی وقتا ممکنه فکر کنیم چرا اونا بعضی جاها برخورد نکردن، چون ما خودمون حلیم نیستیم. اونها درس حلم به ما میدن، لذا خیلی طبیعیه که ما ممکنه خیلی جا نفهمیم چرا اینقدر صبر کردن، اگه درست شرایطشون و سیرشون رو درک کنیم. اگر فکر کنیم که حلمشون عادی بوده، یعنی خب درک نکردیم درست چقدر شرایط سخت بوده. و اصول الکرم، نه اینکه فقط کریم بودید، کریم بودن خیلی مهمه، اما ریشه های کرم بودن از اون مهمتره. خلاصه خیلی مطالب بود، هر کدوم شالا بخوایم صحبت کنیم بسیار مطالب مهمی داره، از اون مقدارش که منده میفهمم. دوباره بعد از این و رحمت الله و برکاته، السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا. اولی شاید بشه گفت یک مقدار عام‌تر راجع به اهل بیت، دومی امامان است. دوباره در انتهای این فراز و رحمت الله و برکات، سوم السلام علی محال معرفت الله، جایی که معرفت خدا اونجا آمده و نشسته و حلول کرده، مساکن برکت الله، معادن حکمت الله. اصلا اون چیزی که خداوند میخواد پخش بکنه و روزی بده به دیگران، یک خلاصه انباری میخواد، یک خزانه‌ای میخواد، یک منبعی میخواد که از اونجا پخش بشه. شماها رو انتخاب کرده. دوباره اینجا و رحمت الله و برکات، بعد السلام علی دعات الله، داعیان الله بودن خیلی بحث مهمی است، به خصوص اینکه داعیان الله به اذنه باشه، دعوت به اذن خود خدا باشه، که خیلی بحث مهمی است. شما دعوت کنندهی به خدا هستید به اذن خدا، دلیل بر مرضات خدا هستید، یعنی اگر کسی طبق نظر شما عمل کنه به رضای خدا رسیده، اگه شما رو راضی بکنه به رضای خدا رسیده. المستقرین فی امر الله، خیلی تعبیر جالبی است، اصلا در امر خدا شما استقرار یافتید. یه موقع یه کسی برای خودش زندگی داره، حالا سعی میکنه به امر خدا عمل کنه، حالا امر به معنای فرمان باشه یا امر به معنای امور باشه، امر الله میشه دین خدا، رضای خدا، اما اینا استقرارشون در امر الله. یه موقع ما مثلا به فرمان، حالا مثال میزنم، یه موقع ما به فرمان پادشاه عمل میکنیم، یه موقع ما در اتاق فرماندهی پادشاه هستیم و اصلا پادشاه گفته که اینا رو من میخوام و شما دیگه فرمانهای جزئی رو خودتون دنبال کنید یا امور رو دنبال کنید. خیلی فرق میکنه. المستقرین فی امر الله، التامین فی محبت الله، تا برسه به رحمت الله و برکات، دوباره این تیکه تمام میشه. بعدش السلام علی الائمه الدعاء و القاده الهدى و ساده الولا، تا میرسه به و رحمت الله و برکات. پس ما چند تا در واقع فراز سلام داریم که هر کدوم با السلام شروع میشه و با رحمت الله و برکاته تمام میشه. بعدش شهادت شروع میشه، ارزان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کما شهد الله لنفسه
و شهدت له ملائکته. من شهادت میدم، چون ما امامتمون از توحید در میاد. اونایی که متوجه نیستن فکر میکنن که نعوذ بالله اینا شرکه. نه، اساس عین توحیده. توحید اگر درست فهمیده بشه حتما واسطه میخواد، حجت میخواد، وسیله میخواد. خلاصه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، از اینجا شهادت میدیم. بعدم میگیم که ممکنه من خیلی درست نمیفهمم، همونجور که خدا خودش شهادت میده به توحید خودش، همونجور که ملائکه شهادت میدن، همونجور که اولوالعلم شهادت میدن، من همونم. نظر من راجع به توحید، گاهی ما در عقاید میگیم که انسان جزئیات و تفاصیل را میتونه بگه که من همون چیزی که اجمالا همون چیزی که در علم خدا هست من همون قبول دارم. خب ما توحید رو قبول داریم، براش هم دلیل داریم، استدلال داریم، ولی خیلی ریزکاری ها داره. همون توحیدی که خود خدا برای خودش شهادت میده، همونی که ملائکه میگن، همونی که اولوالعلم میگن. و اشهد ان محمدا عبده المنتجه صلی الله علیه وسلم و رسوله المرتضى. بعد و اشهد انکم الائمه الراشدون. پس شهادت به خدا و وحدانیت، شهادت به رسالت پیامبر و بعد شهادت به ائمه، اونم با این تعابیر: الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون. پس این قسمت هم میشه قسمت در واقع شهادت و بیان عقیده ما نسبت به امام، که خداوند چه کرامت‌های نسبت به اونها داشته. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدست. میره جلو، بعد میاد به اونجایی که اعتقاد خودمون را به ائمه بیان میکنیم و مطالب مهمی در بیان اعتقادمون میاد. و بعد میاد توی بحث دعا و توسل. دعا داریم، درخواست هایی داریم و توسل میکنیم، به خصوص این که میگیم که چی؟ میگیم که ای ولی خدا. حالا اون کسی که داریم زیارتشو میکنیم ممکنه یک امام خاص باشه، میگیم یا ولی. اگه ممکن جمع باشه اولیاء الله مثلا، که ما یک خلاصه بین من و خدا گناهانی هست که نیاز دارم که شما کمک کنید که از اون گناه ها بتونم کنده بشم، هم ترکشون کنم، یک هم اینکه بعد گذشته هاش بخشیده بشه. پس سلام هست، شهادت هست، مباحث اعتقادی و عرضه اعتقاداتمون هست، دعا بود توسل هم هست. آخرش این دعاست دیگه، به خداوند عرض میکنیم: اللهم اینی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار. زیبایی این زیارت ها و دعا ها اینجوریست که آدم وقتی که با اهل بیت هست در محضر خداست، لذا یه موقع با اونا صحبت میکنی، بعد دوباره متوجه خدا میشیم، با خدا صحبت میکنیم. مثل زیارت حضرت معصومه دیدید، گاهی با حضرت صحبت میکنیم، گاهی با خدا صحبت میکنیم، چون در محضر الهی هستیم، احساس قرب به خدا میکنیم. نمیخوایم ای جایی به جای دوری بریم، راحت میتونه انسان منتقل بشه. این یه چند جمله بود که خواستم فقط عرض کنم راجع به ساختار این زیارت که عزیزان و بزرگان ما فرمودن، و انشالله اگر خداوند توفیق بده یه موقعی یک بتونیم یک ترجمه‌ای داشته باشیم، انشالله خوب میشه. امیدواریم که انشالله خداوند متعال در این روز منسوب به امام هادی علیه السلام ما را جزو شیعیان واقعی اون حضرت قرار بده،
و به ویژه به ما صبر بده، حلم بده، استقامت بر طریق بده، لو استقام و علت طریق، و کمک کنه که همدیگر رو هم همیشه به صبر سفارش کنیم. تواصل به صبر، تواصل به الحق و تواصل به صبر، تواصل به صبر و تواصل به المرحمه. اگر انشاءالله این نعمت بزرگ صبر و استقامت و حلم را خدا به ما بده، باقی چیزا هم انشاءالله میاد، چون از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. از خداوند میخواییم که همه بیماران رو شفای عاجل عنایت بفرماید، بیمارانی که شماها تو ذهنتون هست، بیمارانی که کسی ندارن براشون دعا کنه، براشون توسل بکنه، انشاءالله خداوند شفا بده. اموات و درگذشتگان به ویژه ذوی الحقوق رو انشاءالله خداوند غریق بهار رحمتش بفرماید. مراجع و علما و اساتید را برای ما حفظ بکنه، طول عمر با عزت بده، امثالشون رو زیاد کنه. و روح مرحوم حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگان را انشاءالله با اهل بیت محشور بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی ممنون.